در حین پرستش یه احساس به خصوصی داشتم. احساس میکردم در دنیای روحانی، دنیای نادیده یک تقابلیه، یک جنگیه که انگار امروز همه چی تو اون دنیای نادیدنی دست به دست داده که این کلام زنده خدا در قلبهای ما ثمر نیاره. همینطور که رومینا جان خیلی خوب اشاره کرد، احساس میکردم تو این فضا روحهایی راقبه اما جسمهایی ضعیفه، خسته است، پایین کشیده شده، یا افکاری در حال تردده در ذهنهای ما نیست و اجازه نمیده، دست به دست دادن تا اجازه ندن کلام حیات بخش خداوند امروز عمل کنه. و امروز ایمان دارم که پیروزی خداوند همه این فضا رو در بر میگیره. و وقتی فکر میکردم خداوند تو چه چیزی داری که امروز تمامی این فضا زیر تسلط و حاکمیت تو قرار بگیره، آمین، و پیروزی رو حتی ضعیفترین شخصی که امروز به هر بهانه اومده امروز تجربه کنه، قلبش لمس شه. یاد اعمال باب 19 افتادم. عزیزان حواستون با منه؟ اعمال باب 19 خیلی جالبه. پولس میره افسوس 3 ماه کلام خدا رو با قدرت موعظه کنه، با برهانهای قاطع اعلام کنه که عیسی خداونده و بت‌هایی که اونجا داره پرستیده میشه تمام خدایان دروغینه. و خیلی جالب اونجا این آیه تو ذهنم اومد که نوشته بعضی از افراد سخت دل شدن، به خصوص یه شخصی بود اونجا که منافع شخصیش به خطر افتاده بود. اسمش دیمیتریوس بود، زرگر بود و با نقره بت میساخت. از روی بت دیانا مجسمه‌های کوچیک میساخت و میفروخت. وقتی که پولس اومد رو کرد که خدای واحد حقیقی کیه، عیسی مسیح خداونده، آقا دیمیتریوس حسابی حالش گرفته شد، چون منافع شخصیش به خطر افتاد. همه فهمیدن که دیانا و بچه‌های کوچیک اون هیچ ارزشی ندارن و کار و کسبش از رونق افتاد. رفت عده‌ای رو جمع کرد به ضد پولس و کلام مقتدر خداوند. همه این افراد جلوی پولس ایستادن. خیلی جالبه نوشته بعضی اصلا نمیدونستن برای چی جمع شدن. دیدی یه موقع ما انقلاب کردیم و اصلا خیلی ها نمیدونستن برای چی باید انقلاب کنن، برای چی باید شورش کنن، کدوم راه درسته. و عده ایستادن و یک صدا بلند، عزیزان به مدت 2 ساعت فریاد میزدن عظیم است دیانا خدای افسوس. 2 ساعت عزیزان. رومینا گفت 1.5 ساعت دعا چند دقیقه گذشت. من ایمان دارم کلیسای خداوند حتی اگه 1 دقیقه بیسته و بگه عظیم از شاه شاهان عیسی مسیح خداوند، چون قدرتی که در تک تک ما هاست خیلی قوی تر از اون خدایان دروغینه، آمین. پس به پا خیزید، حتی کسایی که بیرون هستن اعلام میکنیم عظیم از شاه شاهان عیسی مسیح خداوند، 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 عظیم از شاه شاهان عیسی مسیح خداوند. ایمان داریم عزیزان. هللویا هللویا
حتی اگه یه دقیقه هم نشده، چند ثانیه شده، این قدرت هست که قله های شیطان و مشورت های شریر امروز در این کلیسا در ذهنهای تک تک باورمندان به عیسی مسیح خداوند به زیر بیفته. هر روح بیماری، هر روح ضعف، هر روح کنترل، هر روح تقابلی که در دنیای روحانی داره تردد میکنه، همین الان با این اعلانی که کردین به زیر افتاده و فضا بازه تا عیسی مسیح خداوند اینجا جلوس کنه. آمین، آمین، آمین. تنها پادشاهی و ملکوت او جاودانه است تا ابدالآباد. شلوس آس عزیزان، یه گزارش پزشکی اعلام کرد که وحشتناکترین، به قول کلاله وحشتناکترین مرگی که انسان میتونه به اون توسط اون بمیره، مرگی که توسط پارگی رگ رخ میده. علم پزشکی میگه انسانی که توسط خونریزی بمیره، مرگی بی نهایت دردناک. چرا؟ وقتی که انسان شروع میکنه خون خودش رو از دست بده، تمام سلول های بدن چی میشن؟ به ضد هم بلند میشن، جنگی اونجا در میگیره برای به دست آوردن یه ذره خون، یه ذره حیات، یک ذره اکسیژن. تمام سیستم بدن به ضد هم بلند میشن برای اینکه هر کدوم از این سلول ها میخوان فقط نفس بکشن و زندگی کنن. تمامی سیستم بدن به ضد هم بلند میشه. عزیزان پزشکا میگن اونجا درد خیلی وحشتناکی اون انسان رو در بر میگیره. وقتی اینو خوندم دیدم چقدر از نظر روحانی این صدق میکنه. انگار حتی کلام خدا عزیزان عاجزه از وصف جانی که بدون حیات عیسی مسیح داره زندگی میکنه، بدون خون حیات بخش عیسی مسیح خداوند داره زندگی میکنه، یعنی مردگی میکنه. انگار در زندگی روزمره عزیزان یک جهنم رو بدون که خودش متوجه بشه داره تجربه میکنه و بعد در عالم آتی یک مرگ ابدی رو تجربه میکنه. ولی خبر خوش اینه که خدا هرگز و هرگز نمیخواد حتی یک شخص شریر از بین بره. تو حزقیال باب 18 آیه 13 میگه آیا من از مردن یک مرد شریر مسرور باشم؟ نه، هرگز، هرگز، بلکه دلم میخواد که او بازگشت کنه و زنده بمانه. عزیزان وقتی که یک جانی که تشنه خداست نمیتونه خدا رو پیدا کنه، نمیدونم چقدر تشنه خدا بودین یا همینطوری اومدین. برای من اینطور بود، من سالها تشنه خدا بودم. این مزمور 40 برای من صدق میکنه و برای خیلی از افراد که میگه انتظار بسیار برای خداوند کشیدم، پشت در خونه مذاهب انتظار بسیار برای خداوند کشیدم تا به من مایل شد، تا منو از گل لجن بیرون کشید. از جانی که تشنه خداست، جانی که در آسمان رو میکوبه دنبال یک ذره آرامشه، چون میدونه در این دنیا هیچ آرامشی نیست. جانی که تشنه خداست عزیزان، بدون خدا زندگی برای اون مثل یک جهنمه و بعد مرگی بدون امید رو این شخص تجربه میکنه. عزیزان انسان هایی که مسئله غضب الهی در زندگی های اونا حل و فصل نشده و خون نجات بخش عیسی مسیح رو تجربه نکردن، به اونا وصل نشده، تزریق نشده تا این حیات رو تجربه کنن، به جایی خواهند رفت. شاید خیلی از ماها گوشامونو ببندیم، ولی حقیقت مطلقه که بارها حتی بیشتر از حیات جاوید کلام خدا داره راجع به این صحبت میکنه، به جایی خواهند رفت که هرگز و هرگز شگفتی های خدا رو نخواهند دید.
در جای ساکن خواهد شد که بدون یک ابدیتی. عزیزان نمیدونم میتونین حس کنین که یک ابدیت بدون انسانی زندگی کنه، بدون ذره‌ای تجربه کردن محبت خدا، ذره امید داشتن به اینکه خدا مداخله الهی شاید بکنه. جایی مکانی شخص خواهد رفت که هلاکت ابدیه. فشار دندون، پشیمونی، تاریکی، فراموشی، رهایی، من خیلی دارم میگذرم ازش، تشنگی عزیزان فرسایش دهنده. اینو خیلی به وضوح خدا به من نشون داد در یکی از رویاها. تشنگی فرسایش دهنده و ناتموم، یعنی جایی که به طور یه جمله بخوام بگم انسان به حال خودش چی شده؟ رها شده. عیسی مسیح خداوند روی صلیب چقدر زیبا انسان بدون خدا رو به تصویر کشید. یه جملهش: الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ انگار حتی رنج اون افرادی که بدون خدا، حتی تو جهنم عزیزان دیگه حتی خدا، یعنی اون انسان حتی نمیتونه بگه الهی الهی چرا مرا ترک کردی. یعنی حتی از روی صلیب اون چیزی که خداوند ما تجربه کرد وحشتناکتر بود. ولی خدا هرگز نمیخواد عزیزان انسان عزیزی که با ذوق و شوق نیکو آفرید خلق کرد، اون همه استراب، اون همه تلخی، ترس، درد رو در دنیا و خیلی بیشترش در یک ابدیت تجربه کنه. جواب این همه درد بی درمون انسان چیه عزیزان؟ تنها و تنها پیام حیات بخش خون عیسی مسیح خداوند. تک تک ما خوانده شدیم که پزشکان روح و روان انسان‌هایشون خدا به ما این خون رو تزریق کرد در نجات، درسته؟ تا من و تو پزشکان روح و روان این دنیای بدون خدا بشیم، تا طریق بشارت این خون حیات بخش به اونا وصل بشه. باور میکنین عزیزان؟ چون هیچ امیدی برای بشر، بشری که در حال خونریزی از دست دادن حیاته، برای بشری که مرگ ابدی رو در نهایت تجربه میکنه، هیچ دوا و درمونی، هیچ علاجی بجز خون نجات بخش و حیات بخش عیسی مسیح وجود نداره. اما چگونه عزیزان؟ چگونه انسانی که در حال مرگ او رو بخونه، کسی رو که او رو ندیده و نمیتونه ایمان بیاره، چگونه به کسی ایمان بیاره در حالی که اصلا از اون نشنیده؟ چطور بشنوه؟ رومیان داریم، کتاب رومیان پولس داره میگه چطور بشنوه در حالی که هیچ کس نیست که راجع به عیسی مسیح و این خون حیات بخش با او صحبت کنه؟ و چگونه کلیسا حرکت کنه، یعنی این پیامو بده بدون این که حرکت کنه، بدون این که فرستاده بشه؟ چطور عزیزان؟ ولی همین کلام خدا در رومیان باب 10 میگه چه زیباست پاهای مبشر، چون پاها باید حرکت کنه دیگه. چه زیباست پاهای مبشر، مبشری که سلامتی و حیات رو ندا میده. عزیزان عیسی با مرگ نجات بخش خودش حیات و نجات رو برای تمام انسان‌ها 2000 سال پیش به ارمغان آورد. همطور که مکتوب در مرقس باب 10:25 میگه من نیومدم تا خدمت بشم، بلکه جان خودم رو برای افراد زیادی بدم تا اونا نجات پیدا کنن. عزیزان عیسی با مرگ خودش اون حیات الهی رو به بدن مقدس خودش تزریق کرد و به کلیسا این توان و این حیات در ماها هست که بتونیم این خون حیات بخش رو به دیگران تزریق کنیم. من مطمئن هستم عزیزان
مطمئن هستم حتی اگه فرمان عظیم عیسی مسیح در اناجیل وجود نداشت، باز ایمان مسیحی، کسی که ایمان میاره به عیسی مسیح در ماهیت خودش، ایمان مسیحی یک ایمان بشارتیه. در اون تینت خودش، در اون ماهیت خودش یک ایمان بشارتیه، حتی اگه فرمان بزرگ وجود نداشت. بشارت عزیزان نتیجه و تراوش طبیعی و منطقی روح خداست که در ما ساکنه. متوجه هستین؟ وقتی روح القدس در ما ساکن میشه عزیزان، وقتی ما بشارت میدیم، این بشارت، این روحی که داره تراوش میشه، نتیجه تومن نیست. اون روحی که در ما ساکنه، شخصیت روح القدس عزیزان، شخصیت روح القدس یه شخصیت بیرون رونده است، یه شخصیت شهادت دهنده است، یه شخصیتی که عیسی رو جلال میده. اگه روح القدس در ماست عزیزان، مگه ماهی به جز شنا میتونه کار دیگه بکنه؟ طبیعت ماهیه که شنا کنه، طبیعت یک ستاره است که نور افشانی کنه، طبیعت یک شخصی که تولد تازه یافته اینه که از عیسی مسیح صحبت کنه، بشارت بده. این طبیعت ماست، کار زیادی نمی کنه. اگه نکنیم خیلی غیر طبیعیه. فعالیت بشارتی عزیزان تنها نتیجه شخصیت روح القدس در ماست، تحریک و انگیزه دادن روح خدا در من و توه. هر موقع که داری بشارت میدی، از عیسی حرف میزنی، بدون روح القدس در تو فعاله، روح القدس زنده، این شخصیت الهی رو تجربه میکنی، شادیشو، قدرتشو، دلیریشو با او انس میگیری و تو این چرخه همینطور ادامه میدی. عیسی بزرگترین بخشنده سعادت و صیاد جانها بود عزیزان، و همون عیسی در من و توه. کلیسا باید این براش جا بیفته. پس چرا عزیزان؟ حقیقتا این سوال چند روزه که دو هفته است تو ذهن من داره میچرخه. چرا علنن ثمری از این حیات پرشور روح خدا در کلیسا دیده نمیشه، در ما دیده نمیشه؟ چرا کلیسا در حال خوابالودگیه؟ چرا؟ مخصوصا در این عصاری که داریم میگذرونیم. چرا حتی تلاشایی موقع پیام میشنویم یه هیجانی به ما دست میده، گاهن در بعضی موقع ها با یه غیرت های آنی، یه هیجان های آنی میریم یکی دو نفر نزدیکامون رو راجع به عیسی صحبت میکنیم، همونم زود خاموش میشه، ادامه پیدا نمی کنه. اصلا چرا طبیعی نیست که موعظه ها یک اشتیاق سطحی، یک هیجان آنی در من و تو به وجود میاره؟ آیا تا حالا متوجه نشدی؟ آیا تا حالا سوال نکردی چرا؟ بیشتر موعظه هایی که در مورد بیداریه، در مورد مأموریت نجات بخش عیسی مسیح، عملاً بی حاصل و باطله. چون مگه نه کلیسا این وضعیتش نبود؟ تمام کلیساها رو دارم میگم. چرا واعظ کلام عزیزان، خیلی واعظها رو دیدم، مخصوصا جان پیپر رو خیلی علاقه مندم که فقط گوش بدم، این غیرت جوشش روح خدا که در اوست، در موقع انتقال کلام اصلا مشرف به موت میشه، چطور میخواد این کلام رو منتقل کنه، ولی حاصل زیادی صورت نمیگیره. عملا هیچ دستاوردی نیست. چرا عزیزان عده زیادی، حتی میتونم با جرئت بگم، با شنیدن کلام های اینجوری این چنینی سخت دلتر میشن. چرا مسیحیت فقط فکرهای ما رو داره تحت تاثیر قرار میده؟ چرا تو قلب های ما کار نمیکنه؟ به نظر میاد ظاهرا مسیحی هستیم، افرادی که فکرهای ما فقط تحت قلقلک هایی میگیره، و در قلب ما عملا عزیزان کلام خدا هیچ عمق و ریشه نمیگیره. وگه نه کلیساها باید خیلی وضعیتش بهتر از اینا بود.
تقریبا تا چند روز پیش تو قلبم بود که راجب یه مزمور بشارتی صحبت کنم، راجب دعای مؤثر که چه کار کنیم، چه دعای مؤثری داشته باشیم که این بشارت، یه بیداری در این هیته بشارت در کلیسای محلی ما صورت بگیره. صبح زود که از خواب بلند شدم، یک حس باطنی این آیه رو همجور تو گوش من زمزمه میکرد. یه آیه نصف کاره بود، این بود، این چند تا کلمه بود: زمین ناکاشته را برای خود من اینو شنیدم خیش بزنین. چون با ترجمه قدیم آشنا هستم، امروز خدا رو شو کمکم کردن که خیش رو شاید نشناسن، شخ بزنین. زمین ناکاشته را برای خود شخ بزنین، زیرا وقت است که خداوند را بطلبید. عزیزان وقت است تا بیاید بر شما عدالت را بباراند. در آن زمان قوم خدا زاره بودن، چوپان بودن، کشاورز بودن. به همین دلیل مسئله‌هایی که گفته میشد بیشتر راجب کشت و زر و چوپانی و اینا بود و اون زمان این افراد خیلی خوب با این مسئله‌ها آشنا بودن. زمین ناکاشته را برای خود خیش بزنید. خیش زدن از زمین، یا به قول برادرم شخ زدن زمین ناکاشته، اشاره به چیه؟ اشاره به فروتن شدن قلب‌های ما در این زمان‌ها داره. این دل‌ها کلام خدا میگه باید آماده بشه، باید شخ بخوره، باید خیش بخوره. اگه صفر باشه، اگه سخت باشه، دانه کلام خدا میفته ولی هیچ کاری نمیکنه. اگه ما میخوایم تک تک ما پزشکان روح و روان این دنیای در حال مرگ باشیم، اگه میخوایم برانگیخته بشیم برای کار خداوند، انگار پیام خیلی قوی از طرف خداوند این بود برای خود من اول که زمین دل ما باید شخ بخوره. عزیزان شخ زدن به عبارتی انگار دل خودتو، ذهن خودتو در حالتی قرار بده، در وضعیتی قرار بده که این بذر کلام خدا اونجا وقتی پاشیده میشه ثمر بیاره، نه سیتا، نه شستا، بلکه صدها محصول به بار بیاره. گاهن قلب‌های ما خیلی خشک و بی‌حاصله. اگه بخوایم زمین ناکاشته دل خودمون رو خیش بزنیم، شخ بزنیم، باید خیلی جدی عزیزان به اون سیرت باطنی خودمون توجه کنیم در اون خلوتگاهمون. مثل داوود تو مزمور 139 آیه 24 میگه ای خدا دل مرا تفتیش کن، دل مرا بشناس، فکرهای مرا بیازما، راههای مرا بدان، ببین آیا راه فساد در منه. هر وقت اینو میخونم یاد مادر بزرگم میفتم، وقتی میخواست پلو قرمز چلو نمیدونم دمی درست کنه، این توی سینی روحی ها این برنجو میریخت، بعد میبرد بیرون، هی نمیدونم تکونش میداد، بعد زیر نور میگرفت، یه فضل موشایی توش بود. من بچه بودم گفتم این چرا اینجوری میکنه، میگفت سه تا چهار تا خوب شد دیدم زیر نور، سه چهار تا فضل موش توش بود. هر وقت اینو میخونم انگار خدا میگه این زمین دلتو مثل اون برنج ببر در حضور خدا، تفتیش کن، بیازما، بگو خدا من کج و موج میبینم، روح من راقبه اما جسم من دنبال راهای خودشه، به من نشون بده فضل موشا رو، به من نشون بده. حتی خیلی موقع ها ما از وضعیت قلب خودمون بیخبریم، نمیدونیم علنا داریم پسرفت میکنیم، پیشرفت میکنیم، ثمر داریم، بیحاصلیم، دعا میکنیم. اگه دعا میکنیم چرا اصلا بار قلبی تو دعای ما نیست؟ اگه بار قلبی هست چرا پسران و دختران به هم نمیرسونیم؟ چرا زاد و ولد نمیشه در کلیساهای ما؟ چقدر زیبا میگه تو اشعیا 66، میگه که صهیون یعنی کلیسا به مجرد درد زه کشیدن پسران و دختران خود رو میزایه. چی داره میگه؟ یعنی زمین دل، من اینو تجربه کردم عزیزان، وقتی اون درد، اون سوز
زمین دل خیش میخوره، نرم میشه، اون ناله های روح القدس برای گمشده ها در قلب ما جاری میشه. دعاهایی نمی کنیم نیم ساعت ده دقیقه الان تموم شد، دو ساعت در حضور خدایی داری ناله میکنی، خودت نیستی به ناله های روح القدس. میگه به محض درد ذهنش در نابرده رنج گنج میسر نمیشه. چرا باید فکر کنیم با دعاهای معمولی میتونیم زاد و ولد کنیم؟ عزیزی اینجاست داره الان خدمت میکنه، پدر ما رو در ورد، چند سال بود هی بهش بشارت میدادیم، میگو من باید یه معجزه از خدا ببینم. گفتم ببین عیسی مسیح میگه اول ایمان بیار بعد جلال خدا رو ببینی. اصلا نمیرفت. آخر دو نفر شدیم، سه روز فقط برای این شخص روزه گرفتیم، دعا کردیم، خدا ناله ها داد، درد ذهن داد، تا این شخص به طور جهشی خودشو در آغوش عیسی مسیح گذاشت. عزیزان چرا ما مسیحی ها گرانبار نیستیم برای دنیای بی ایمان؟ چرا دعاهای ما مثل مردان و زنان خدا مثل پولس نیست که میگه مرا دردی عظیمه، غمی عظیمه، عجیبه، تو غلاطیان میگه که حاضرم خودم از صفحه دفتر حیات پاکشم، نجات رو از دست بدم، ولی قوم من به نجات خداوندم عیسی آراسته بشه. اصلا چرا؟ چرا ما مسیحا عجیب نیست؟ سرنوشت هولناک نزدیکترین کسمون رو میبینیم که بدون مسیح همجور دارن میرن، ولی فاقد درد و آه هستیم. آیا عجیب نیست؟ وقتی یه خونه ای رو میفهمی آتش سوزی شده، تو اون خونه دارن آه میکشن، آیا اگه بی تفاوت از جلو اون خونه رد شی عجیب نیست؟ آیا سخت دل نیستیم ما؟ سرنوشت انسان ها اینه بدون مسیح. عزیزان کلام خدا، عزیزان ایمان دارم خیلی قوی ما رو داره تشویق میکنه در این روزها، زمین های دلمون رو به حضور خدا ببریم. خدا خیلی موارد به ما نشون میده، اون فضل موشایی که نمیذاره زمین دل ما نرم بشه و کلام حیات بخش خدا ما رو به غیرت و آتش روح خدا رو در ما بیدار کنه به ما نشون میده. در این چند روز کتابهای چارلز فینی رو میخوندم که 100 سال قدمت داره و بیداری های عجیب روحانی در غرب آورده. وقتی که بعد اینکه این کلام خدا به من داد، وقتی اونو خوندم دیدم چه چیزهایی رو داره اشاره میکنه راجع به گناه که اصلا واقعا من خودم نمیدونستم. خیلی از مسیحی‌ها اصلا نمیدونن این موارد گناهه. میدونید ما میچسبیم نمیدونم به زنا، قتل، نمیدونم دروغ، خیلی چیزایی خیلی جزئی که میگفت اینا همه باعث میشه، مانع در واقع میشه که بیداری روحانی در جانهای ما، کلیسای ما به وجود نیاد. وقتی موارد خوندم خیلی زیاد بود که یک دو ساعت شاید طول بکشه، من چند تا دونش رو برداشتم که خودم چقدر باعث شد به رو برم و نیاز خودم رو خیلی شدید احساس کنم به اینکه باید توبه کنم، اعتراف کنم و قلب خودم از این فضل موشایی که میاد مثل اون روباها، مثل اون چی میگه تو غزل غزلها، مثل اون حیوانای کوچیک، شغالهای کوچیک که میان تو زندگیهای ما عادت میکنیم گاهن. اولین چیزی که گفته بود ناشکریه. عزیزان چه برکاتی در زندگی ما میاد، چقدر خدا آروم و خاموش تو زندگی های ما کار میکنه. خیلی موقع ها با تدبیرهای الهیش چقدر موقع ها ما رو نجات داده، بیرون کشیده. باور کنین خود من وقتی رفتم در زیر نور خدا مطمئنم که اینطور خواهد بود، شرمسار میشیم از اینکه چه مواقعی بوده، چه برکاتی در زندگی ما بوده، اصلا یادمون رفته شکرگزاری کنیم. و مطمئنم وقتی به حضور خدا برین مثل من شرمسار خواهین شد و اولین جایی که خیش تو قلبتون بخوره و باعث اعتراف و توبه بشه این قسمته. دومین قسمت کمبود محبت به خدا. از پیش خودت مجسم کن،
اگه یه روزی متوجه بشی شوهرت، همسرت یا زنت، بچه‌هات به شخص دیگه ای احساس خیلی بیشتری دارن تا به تو، چه احساسی به تو دست میده؟ حسادتی عادلانه نیست؟ اصلا حسادت منفی نه، اگه این نباشه خیلی غیر طبیعیه. حسادتی عادلانه که گاهی شبیه مرگه، یه درد خیلی عظیمیه. چرا باید فکر کنیم که خدا این درد رو نمیکشه؟ صبح که بلند میشی اولین اولویت زندگی چیه؟ خدا خودشو خدای غیور معرفی کرده که میخواد اول باشه تو زندگی ما. وقتی در حضور خدا میری ایمان دارم که این خیش در قلب تو روح القدس میذاره و شیار میذاره و همینطور قلب تو نرم و نرمتر میشه. قفلت در مورد کلام خدا، دعا، شاید گاهم بعضی از ما دو سه روزم عادت کنیم نه کلام نه دعا. چرا باید تعجب کنی که زندگی بی حاصلی داری، زندگی بی ثمری داری؟ اگه غیرت برای کلام خدا و دعا نداری و این موردیه که خدا تو رو بیدار میکنه، و همجور قفلت در مورد فیض خدا. چارلز فینی خیلی زیبا ابعاد خیلی گسترده‌ای داره، فقط یه قسمتی رو گفت که گفت کلیسا منبع فیض خداست. با هم بودن ما یعنی فیض عزیزان. و چقدر آسون بارها بارها با بهانه های جزئی از کلیسا اومدن با هم بودن غفلت میکنی، و خیلی هم برامون عادیه. و این موردیه که جدن باید ازش توبه کرد. هر که گوش دارد بشنود که روح داره به کلیسا چی میگه. عدم علاقه نسبت به نجات اطرافیان، نسبت به نجات مسیحیان غریبه. عزیزان اگه تا حالا دعا نکردی برای نجات حتی نزدیکترین کست، یا دعایی نکردی که همراه با درد ذهن باشه، عزیزان این قسمتیه که واقعا باید فروتن بشی. اگه هیچ وقت به غیر مسیحیان هیچ تراکتی ندادی، راجع به ایمان صحبت نکردی، راحت رفتی کلیسا اومدی، یه دونه که یک نفر رو با خودت بیاری بعد از سالها، این قسمتیه که باید زمین دلت خیش بخوره، شخ بخوره. غفلت برای دعا، برای کودکان، برای جوانان، برای نوجوانان. عزیزان دوران بچگی تا سن 12 سالگی دوران خیلی ساده و بی‌قلقشیه. شخصیت اونا چقدر عالی شکل میگیره. کلام خدا میگه بچه رو به راهی که داره میره تربیتش کن. وقتی پیر بشه حتی از اون بر نمیگرده. با ایمان آوردن یک بچه، یک کودک، عزیزان یک زندگی نجات پیدا میکنه. ولی وقتی یک بزرگسال نجات پیدا میکنه فقط یک جانه، یک جانه. ولی یک کودک تمام زندگی که میره در نفس و تلخی و دنیا دزدیده بشه نجات پیدا میکنه. این بچه ها گنجینه های خیلی عظیمی هستن و خدا میخواد ما با دعا و شفاعت اونا رو نزد خدا بیاریم و نذاریم شیطان اونا رو برای خودشون برداره. این قسمتی بود که من خیلی شدیداً توبه کردم. برای نوجوانان، جوانان از اون در بحرانی ترین دوره زندگی هستن، دنیایی رو دارن سر میکنن که پر از وسوسه هاست، سوالای بی جواب، بحران هویت، بحران شخصیت. از اون قسمت هم مثبت نگاه کنی، سالهایی رو این عزیزان دارن طی میکنن پر از انرژی، پر از شجاعت، پر از کمالگرایی. این جوانان اگه در خدمت خدا باشن یه برگ برندن، یه قدرت عظیمی هم برای کار خدا، برای بشارت. برعکس اگه در دست شیطان باشن عزیزان، آلتی برای تخریب و شرارت تو این دنیا به کار میرن. خداوند شور و شوق این بچه ها رو میخواد، خداوند غیرت این بچه ها رو میخواد، خداوند وقف و دلیری این بچه ها رو میخواد. چقدر کلیسا برای این بچه ها دعا میکنه، خود خانواده ها همینطور. چقدر افراد برای کانون شادی، چه کسایی اون پایین میرن خدمت میکنن این عزیزانو؟ آیا فقط برای کاغذ، برای اینکه اسمش تو خدمت باشه؟ وای به حال ما عزیزان. افرادی باید این بچه ها رو خدمت کنن که زمین های دلشون نرم با خدا و کلام خدا یک شدن.
و قفلت در مورد انکار نفس چارسفینی میگفت. ما عملا توضیح داده بود که مسیحیان کارهای خیلی زیادی، شاید فعالیت‌های خیلی زیادی بکنن، همه چی هم عالیه، ولی تا دست میذاری توی قسمتی که انکار نفس کنه، اونجا مشکل شروع میشه. مسیحیانی که کارهای زیادی میکنن ولی راحتی و تمایلات دنیاییشون فقط دست اشاره نشه، نیست؟ چیزی از اونا کاسته نشه، همجور ادامه میدن. این خیلی وحشتناکه عزیزان. شاگردی بدون انکار نفس، وقتی اصل صلیب در زندگی من تو کار نمیکنه، هیچ اتصالی با آسمون صورت نمیگیره، وقتی اصل صلیب در زندگی من تو کار میکنه، یه چیزی اما کم میشه، اون خودخواهی ها، تمایلات دنیایی، عشق ورزی به دنیا، اینا کم میشه. چی اضافه میشه؟ شجاعت، دلیری برای کار خدا. عزیزان، و خیلی چیزهای دیگه، غیبت، دروغگویی، تحریف کردن مسائل، گنده کردن مسائل، دزدی از خدا که اشاره کردم، فقط ده یک نیست، فقط هدایا نیست. وقتی تو استعدادی که خدا به تو داده، وقتایی که خدا به تو داده، فقط برای خودت، دور خودت میچرخی، خودمحور، این دزدی داری از خدا میکنی، رفتاری سبک در حضور خدا. چارسینی میگفت در حضور خدا برو از خودت سوال کن. اگه فرمان رواهای دنیایی، اون نمیدونم اون مسئول زاخار بایتت که بهش وصلی احتیاج داری، اگه به اون داری بیشتر احترام میذاری تا به شاه شاهان، در موقع عشای ربانی، در موقع پرستش، در موقع شنیدن کلام، جاییه که باید قلب تو سخت شده و باید خیش بخوره. عزیزان، کلام خدا ما رو دعوت میکنه عزیزان، از همین امروز شروع کنیم، حتی یک روز رو به تأخیر نندازیم، چون هر روزی که به تأخیر بیفته، زمین‌های دل ما سفت‌تر میشه. کلام خدا ما رو تشویق میکنه که خیش‌های خودمون رو ورداریم، رحم نکنیم عزیزان به این انسان کهنه. خاک و زیر رو کن، از موانع احتمالی دل سرد نشو، نترس، زمین دلتو زیر رو کن، قلب سنگا و اون فضل موشا رو بیرون بکش تا زمین دلت نرم بشه، تا بصرهای کلام خدا بریزه و خودت شاهد محصول فراوان بشی. اگه تو قلب تو سفت و سخت باشه، موعظه کلام عملا هیچ کاری در زندگی تو نمی کنه به جز اینکه ما رو فریسی تر و متظاهرتر بکنه. درست مثل اینکه یه برزگر میاد روی سنگ عزیزان بز میپاشه، کاری میکنه اون مفیده روی سنگ بز بپاشه؟ به خاطر همین عزیزان، کلیساها در این زمانها چقدر میتونن ثمر بخش باشن، برعکس بی ثمرن. فعالیت ها زیاده، هیجان ها زیاده، تشکیلات و برنامه ریزی ها خیلی زیاده، ولی قدرت الهی برای اینکه این خون نجات بخش به دنیایی در حال خون ریزی بدیم کمه. کلام خدا میگه اگه زمین دل تو خیش نزنی، کلام خدا هیچ فایده ای برای تو نداره. وقتی برف و بارون میاد، برف و بارون برکته برای زمین کشاورزی نیست، ولی اگه زمینی که خیش نخوره چیه عزیزان؟ سفتر میشه. درسته یا نه؟ آمین داره اینجا یا نه؟ کلام خدا تو اشعیا 55 آیه 10 میگه وقتی که چنان که برف و بارون میباره و زمین رو بارور و برومند میکنه، پر حاصل میکنه، اشاره به زمین خیش خورده، زمین نرمه. برای برزگر دانه بصرهای بیشتر میاره، وقتی این دانه بپاشه روی قلب ها، ثمر بیاره، اون پیام آور تشویق میشه، خدا بیشتر بصرهای بیشتر میده و خورنده ها نان حیات بیشتری دریافت میکنن. این وضعیت زمینیه که خیش خورده. اگه زمین های دل ما خیش نخوره، موعظه ها، مخصوصا موعظه های این چنینی از هیچ فایده ای نداره، باطل و بی حاصله.
زمینی که خیش نخوره عزیزان، حتی اگه گندمی هم باشه یه قسمتایش نرمه، بعضیا دیدین اونجا هم بعد از یه مدتی سفت میشه، گندم ها تلف میشن عزیزان، به جاش علف های هرز میرویه. اگه به وضعیت قلبمون نگاهی نکنیم، زمینی که زیر و رو شده نرم شده عزیزان، اولین چیزی که در قلب ما به وجود میاد یک آسایش، یک آرامش درونیه، بعد یک اتحادیه با آسمون، با کابینه الهی، یک اتحادیه موافقتی صورت میگیره، بعد ثمره بعدیش یک شجاعت، یک غیرتی که آخه برای چی باید بترسم؟ نان حیات دست منه. و بعد یک دعاهایی که پر از آه درد ذهن برای گم شده ها. چرا باید به این مسیری که داریم میریم حقیقتا کمرهای خودمونو با قوت ببندیم؟ چون مسیح در حال آمدنه عزیزان. نمیدونم چقدر باور میکنید، شاید بگین رسولان اینو اونم سالها میگفتن، همون ایمان بود عزیزان که رسولان و شاگردای عیسی مسیح داشتن که مسیح داره میاد، که دنیای غرب، تمدن غرب رو به لرزه در آوردن. مسیح داره میاد، مسیح بر دره و خداوند فرا میخونه که موانع بیداری روحانی رو برداریم، راه ها رو هموار کنیم، سنگ و کلوها رو برداریم، وقت ها رو دریابیم. عزیزان این روزها روزهای شریریه، اعلام پیام نجات بخش، حیات بخش عیسی مسیح خداوند دارای یک ضرورت حیاتیه برای این زمانها. بازگشت مسیح نزدیک عزیزان. زندگی کوتاهه، حتی اگه مسیح هم الان نیاد، مرگ هر لحظه، سن 10 سالت باشه، 100 سالت باشه، داره در خونه ما رو میزنه. یک روزی جلوی خدا میستی، باید حساب کاراتو به خدا بدی. چقدر از این وقتا رو جلوی تلویزیون گذروندی؟ چقدر وقتاتو به بتالت گذروندی؟ اون روز شرمنده خواهی شد. و علاوه بر این عزیزان، وقتی که به آسمون بریم، خیلی کارهایی که داریم اینجا میکنیم خواهیم کرد. اینجا دعا میکنیم، آسمان هم دعا میکنیم، سرود میخونیم، پرستش میکنیم، آسمان هم پرستش میکنیم، خدمت میکنیم، در آسمان هم خدمت میکنیم. ولی اونجا هیچ وقتی نیست برای بشارت به دنیای گم شده. عزیزان هیچ وقتی اونجا نداریم برای اینکه گم شده ها رو بشارت بدیم، برای اینکه کسایی که در حال مرگم به خون عیسی مسیح خداوند وصل کنیم. بیایم قلب های خود رو خیش بزنیم تا روح خدا با رگبارش، با بارانش بیاد، با آتشش بیاد تطهیر کنه و شعله ور کنه قلب های ما رو. سامی تیپه در آخر بگم یه شهادت خیلی عالی میداد که زندگی او دگرگون شده بود عزیزان. آتش الهی برای گم شده ها، میگه از این لحظه‌ای که این شهادت رو داد در زندگی او شعله ور شد. میگه یه روزی داشتم به یه هیپی بشارت میدادم، یه هیپی که گاهی هم داروهای نشه آور میخورد، داشتم راجع به نجات عیسی مسیح با او صحبت میکردم، چون برادرم سامی تیپه اصلا اولی عطیهش عطیه بشارته. میگه این مرد هیپی برگشت به من چیزی گفت که من فقط سرم خم کردم و در حضور خدا رفتم و انقدر اونجا نشستم تا این بیداری روحانی تمام وجود منو بگیره. انقدر تأثیر عمیقی روی من کرد که زندگی روحانی منو متبدل کرد. این مرد هیپی رو کرد به سامی تیپت، گفته ببین اگه این چیزی که داری راجبش صحبت میکنی اینقدر با آب و تاب، من اعتقاد داشتم، من ایمان داشتم، 4 دست و پا هر روز ساعتها راه میرفتم تا انجیل بشارت خوش مجید عیسی مسیح رو به دنیا منتقل کنم، اگه این حرفایی که داری تو میزنی من اعتقاد داشتم، اگه هر شب یک نفر نجات پیدا نکرده بود سرم رو روی بالش نمیذاشتم و نمیخوابیدم. از اون روز سامی تیپت میگه دنیای من عوض شد، دنیای روحانی من عوض شد. آیا حاضری تویی که امروز کلام خدا رو میشنوی به این فراخوانی لبیک بگی؟
امروز حاضری به خدا بله بگی؟ مثل اون اشعیا که صدای خدا رو شنید گفت من ناپاک لبم و خودشو سپر در دست خدا تا وسیله‌ای شد برای کار خدا. آیا امروز حاضری خودتو به خداوند بسپاری و قول بدی نه فقط یه روز دو روز، حقیقتا اینقدر جدی بگیری تا بیداری روحانی در من و تو به وجود بیاد تا دنیا مشتعل شه از پیام عیسی؟ دعوت برای کلیسای محلی ما اینه، هر که گوش دارد بشنود عزیزان، که روح داره به کلیسا چی میگه. امروز شروع کنیم برای خود به عدالت بکارین تا بر حسب رحمت درو کنین. عزیزان چی داره میگه؟ انگار تا چیزی نفرستی آسمون چیزی دریافت نمی کنی، یخته. زمین ناکاشته سخت خودتون رو خیش بزنید، زیرا وقت است که خداوند رو بطلبید تا بیاید و بر تک تک ما رحمت کند. سرهای